به ایرانی آباد سلام به ایرانی آزاد سلام به هموطنای گلم سلام به ایران و ایرانی قوت خداوند بر شما شالوم خداوند بر شما خدا رو شکر میکنم که امروز اینجا هستم و میتونم با شما باشم و با شما پیام خدا و کلام خدا و اونچه که در قلبم هست رو امروز در میون بذارم بیایید به حضور خداوند بریم پدر جان تو رو شکر گذارم ای خداوند در تمام لحظات ای خداوند حضور تو رو حس میکنیم ای خداوند از تو میشنویم ای خداوند و از تو دریافت میکنیم ای خداوند میدونیم که اراده تو ای خداوند برای ایران و ایرانی خداوند نیکویی میدونیم ای خداوند وعده تو رو به یاد میاری ای خداوند و بر کلام تو ایمان داریم بر کلام تو اعتماد داریم ای خداوند و امید ما کلام توست، ای خداوند میدونیم که قوم ایرانی رو ای خداوند تو محبت خواهی کرد و بلند خواهی کرد ای خداوند و میدونیم ای خداوند که هستی و میشنوی و میبینی آرامی تو خداوند بر قلب های ایرانیان باشه بر من و دیگر عزیزان باشه بر پدران و مادران باشه ای خداوند آرامی که ما فوق از تصور بشر ای خداوند بریز بر ایران و ایرانی بریز بر قلب مادران و پدران و خانواده های ها خداوند بریز بر سرزمینم ای خداوند نورت رو خداوند و قوتت رو و حضورت رو ای خداوند ای سردار لشکر یهوه سوایوت، تو رو شکر که هستی و ما رو خداوند رو رهبری میکنیم به قدرت نام ایسا این جلسه رو به حضورت میارم ای خداوند باشه که حضور تو و کلام تو بر زبانم جاری بشه و من و عزیزان رو برکت بده به قدرت نام عیسی طلبیدم آمین خدا رو شکر میکنم عزیزان این رو که میبینم خواهر سرعی عزیز که خیلی دلم میخواد ببینمشون از همینجا روی ماهتون میبوسم خواهر سرعی و سلام میگم به شما و همه عزیزانی دیگه به آزرجان و همه عزیزانی که هستن یک به یک اینجا خدا رو شکر خدا رو شکر برای خداوندمون این هفته حقیقتا با خودم فکر میکردم آخر هفته بود گفتم خداوند چی برم بگم هممون این روزا حالمون بده انقدر گریه کردیم که شاید باور کنید من میدونم همتون رو چون خودم همین حالم همتونم همینجوری هستید که آدم فکر میکنه من چی برم بگم خب حرف خیلی هست از کلام خداوند گفتن و خیلی چیزا داریم کلام خداوند بی انتهاست و بی نهایته. یک نهر جاریه ازش کم نمیشه هر چی بگیم هست ولی گفتم خداوند چی باید بگم تو این روزهایی که هر بار صبح و شب باز میکنیم صفحه های مجازی رو باز میکنیم تلویزیونمون رو و خبرها رو نگاه میکنیم هر روز یه گلی رو پرپر پر میبینیم و این قلبمون آتیش میگیره و حالمون بد میشه من چی دارم بگم تو این روزها که لا اقل بگم از تو گفته باشم از خودم نگفته باشم نان تازه به من بده خداوند نان تازه بده نان های بیات رو نمیخوام بیارم و اون چه که خداوند به قلبم گذاشت واقعا برای من همین تیتر و همین جمله بود که بهای آزادی چیزی بود که خداوند حالا شاید نخوام خیلی سریع بگم بعضی از عزیزان حساسیت دارم به این کلمه خود من هم نمیتونیم بگیم همه چیز رو خداوند به من گفت یا همه چیز رو به خداوند نسبت بدیم و خودمون رو روحانی کنیم ولی واقعا این یه جمله بهای آزادی چیزی بود که به یک باره این جمله به قلبم نشست اومد برام و خداوند داد پشت اون اون چیزی رو که باید میگفتم داد و و خدا رو شکر برای خودم فکر میکردم گفتم بهای آزادی واقعا بهای آزادی چیزی هست که ما داریم میبینیم این روزا ما داریم میدیم ما داریم میدیم این بها رو داریم از خون عزیزانمون میدیم از کشورمون میدیم از جوانانمون میدیم و با تمام استخونمون پوست و گوشتمون داریم حسش میکنیم واقعا درد داریم هممون بهایی داریم میدیم برای گرفتن آزادی و هممون یک هدف داریم و میخوایم که آزاد بشیم میخوایم آزاد بشیم و این آزادی انگار با نشستن سرجامون به دست نمیاد انگار این آزادی با آرامش به دست نمیاد این آزادی با صلح به دست نمیاد این آزادی انگار که باید براش خون ریخته بشه باید براش جنگیده بشه باید براش درد کشیده بشه و امروز ما داریم میبینیم این رو امروز داریم میبینیم که تو خیابونهای ما چه خبره جوونهای از گل بهترمون دارن پرپر میشن این آزادی رو اونها دارن به ما هدیه میدن و میخوان بیارن برای کشورشون امروز نمیخوام اینجا بشینم و از غصه هامون بگم از بار... باری که روی ماست بگم هرچند که اینها رو داریم ولی اونها نرفتن برای خودم جالبه روزهایی که میشستم و خیلی حالم بد بود و میگفتم من که اینطورم پدران و مادران این بچه ها در چه حالی و نمیتونم زیاد جلو برم برای همین سعی میکنم همیشه دور وایسم خودم رو کنترل <تصحیح> کنم و بعد برای خودم میگفتم خب این دختر زیبایی که انقدر به خودش میرسید آرایش میکرد سرشار از انرژی بود سرشار از نشاد و خلاقیت بود هنر بود اون نمیخواد که امروز من و مادرش و ماها قصدار بشیم و افسرده گوشه بشینیم اون پسری که پر از انرژی و نشاد بود و اونطور با امید داشت زندگی می کرد و با اون امید رفت جلو و برای آزادی ایستاد اون نمیخواد امروز من و تو زانوی غم به بغل بگیریم و در اون غم و ماتم بمونیم ما ازاداری داشتیم تو ایران این چهل و خورده ای سال کم خون به دل ملت نکردن و ازادارشون نکردن اگر اون بچه ها هم مثل ما میخواستن فکر بکنن که زانوی غم در بغل بگیرن و بشینن امروز تو خیابون نمیرفتن و این رشادت رو از خودشون نشون نمیدادن و این درس رو به ما نمیدادن رفتم جای دیگه خدا رو شکر امروز روی صحبتم با خیلی از عزیزانیه که دارن میبینن این روزها رو دارم میخوام اینو بهتون بگم این خونها داره ریخته میشه برای آزادی این خونها داره ریخته میشه برای اینکه ما در یک ایران آزاد زندگی بکنیم و در یک امید زندگی بکنیم و به دور از هر شرارت به دور از هر اسارت حالا این وسط جالبه یه دو عده آدم هستن یک عده ای که نفعشون در اون شرارته و همونطور میخوام به اون شرارت ادامه بدن من امروز نمیخوام بحث سیاسی کنم میخوام از این صحبت ها به کنوم خداوند برم فکر نکنید نشستم اینجا و میخوام بحث سیاسی کنم من اصلا از سیاست هیچی نمیدونم به اندازه خودم یه فهمی دارم ولی سیاست مدار واقعا نیستم امروز در این حرکتی که داره صورت میگیره یک عده که بیدار شدن و در خیابونن و دارن حمایت میکنن یک کاملا برعکس اونا هستن و در اون شرارت موندن و همونطور میخوان چون نفعشون در اون شرارته همونطور میخوان در اون شرارت بمونن و تکون نخورن از جاشون اونام هیچی تکلیفشون معلومه انگار میخوان تو همون وضع بمونن ولی یه عده این وسط موندن و هنوز باور ندارن هنوز باور ندارن با بعضیاشون دور و نزدیک که میشنوم ازشون میگن که نه این انجام شدنی نیست یه همچی چیزی ممکن نیست این آزادی به دست نخواهد اومد و هنوز در همون زنجیر اسارت میخوان که بمونن و تکون نخورن و تن به اون اسارت و خفتی که سالها درش بودن همونجور بمونن اینا رو دارم چی برای چی میگم؟ برای این دارم میگم که هر آزادی یک بهایی براش پرداخته میشه امروز ایران داره این بها رو میپردازه برای چی؟ این روزها روزای کوروش رو داشتیم روز کوروش بود و همه ما از کوروش به نیکویی یاد میکنیم به مرد خدا از مایی که ایمان داریم میدونیم که او مرد خدا بود و مس خداوند روش بود و اراده خداوند رو به جا آورد و میدونیم که کوروش مرد عادلی بود و ایران بزرگ و آزادی رو در زمان خودش داشت و امروز ایران و ایرانی داره تلاش میکنه که برگرده به اقتداری که داشت برگرده به اون هویت و جایگاهی که داشت احترامی که داشت به اون ارزشی که داشت و آزادی که داشت و آرامی که در زندگیش داشت ایرانی امروز داره دست و پا میزنه و برای این آزادی داره خون میریزه که برگرده به روزهای آزاد و آرامی که قبلا داشت برای من این خیلی قشنگ بود و داشتم به یک باره انگار یک صفحه خیلی قشنگ برام باز شد دیدم خداوند هم همین کارو کرد خداوند هم یگان پسرش رو داد توی یوحنا 3.16 میخونیم خداوند جهان رو اونقدر دوست داشت که یگان پسرش رو داد و محبت کرد خداوند خداوند از محبت عظیمی که داشت ما رو محبت میکنه و پسرش رو میده که این آزادی و این آرامی رو به زمین برگردونه ما میدونیم که انسان اولیه که خداوند ساخته بود و زمین اولیه که خداوند ساخته بود همه چیز پرفکت بود همه چیز عالی بود خداوند ساخت و گفت نیکوست خداوند هر چی رو که ساخت گفت نیکوست و در زمینی که آروم و مهیا بود روز ششم انسان رو به وجود میاره و انسان رو هم به کمال خلق میکنه و اون رو میذاره روی زمین و فردای اون روز سبته روز هفتم خداوند آرامی میگیره و انسان گویا چشم باز میکنه انگاری که چشم باز میکنه در ثبت خداوند وارد میشه و در آرامی زمین و خداوند قرار میگیره انسان در اون آرامی قرار میگیره چی شد؟ کون کو آرامی انسان؟ الان چرا نمیبینیم؟ و میبینیم که و میدونیم در کتاب خوندیم تو پیدایش که انسان با نااطاعتی و با پذیرفتن اقتدار شیطان بر روی خودش و کلام شیطان و پیروی نکردن از حقیقت خداوند دچار مشکل میشه و دچار سقوط میشه و اون همه نیکویی که خداوند براش به وجود میاره و روی زمین قرار رو میده همه به هم میخوره بالانس همه چی به هم میخوره اینا رو دارم میگم مقایسه کنید ببینید چه راحت همه چیز به هم میخوره ایرانی که در زمان کوروش اون طور بود ایرانی که در زمان کوروش مایه افتخار خیلی از ملت ها و کشور ها بود کوروشی که داشت به خیلی ها محبت می کرد و اون قانونی رو که نوشته بود می بینیم که خیلی جاها ازش استفاده کردن و می کنن و مورد احترام بود و امروز چی شد که ایران امروز به این روز افتاد که اصلا نمیشه گفت اصلا نمیشه شنید اصلا قابل فهم نیست برای این دنیای امروز قابل فهم اینها که خودشون خیلی جنایت ها میکنن برای اینها هم این همه جنایت قابل فهم نیست به این شکل فجیهش خدا این کارو کرد این آزادی رو آورد و خون پسرش رو داد برای اون به این نکته میخوام برسم خداوند این خون رو ریخت این خون پسرش رو ریخت و این آزادی رو به وجود آورد این آزادی سالهاست محیاست ولی هنوز هم که هنوزه ادهی نگاه کنی چقدر یعنی <تصح> چقدر شبیه این وضعیتی که الان داریم این آزادی خداوند مهیاست یک عده که قبولش نمیکنن حقیقت کلام رو میشنون قبول نمیکنن و میگن نه اصلا نمیخوایم اینو و میخوایم همچنان در شرارت خودمون بمونیم همچنان به اون راه و روشی که داشتیم در اون پلیدیمون حرکت بکنیم و بریم و بر ضد اونچه که حقیقت کلام خداوند میگه عمل کنیم یک عده تصمیمشون رو گرفتن حقیقت رو میبینن ولی رد میکنن نمیخوان از اونور عده ای رو داریم که این وسط موندن و نمیتونن این حقیقت و این آزادی رو بپذیرن و درک کنن و بفهمن و میگن نه اصلا یه همچیزی وجود نداره مثل الان ایران ما مثل الان خیلیایی که تو همون ایران هستن چشمشون انگار بسته است انگار نمیبینن انگار این فریادها رو نمیشنون انگار این این همه بهایی که داره پرداخته میشه رو درک نمیکنن که اینها به دنبال چی هستند این داره برای آزادی ریخته میشه درک نمیکنن که این آزادی حق اونهاست این آزادی رو باید دریافت کنن و با این اده هم صدا بشن هنوز درک نکردن و ما میدونیم هیچ شرارتی هیچ شریری کرسی خودش رو به راحتی ترک نمیکنه همین شریر ایران اونجا که نشسته کرسی خودش رو به راحتی ترک نمیکنه باید براش جنگید و این جنگ صورت گرفته و خدا رو شکر خدا رو شکر برای اراده نیکوی خداوند تا اینجاشو داریم تا اینجاشو خدا رو شکر که زمان خداوند رسیده و این حرکت صورت گرفته و ایمان دارم که به زودی ایران ما ایرانی آزاد و آرام خواهد شد نمیدونم چرا شاید مدل من اینطوریه نمیدونم ولی یه مقدار به بعدش میخوام برم فکر کنم یه مقدار به اون بره آزادی فکر کنم فردای آزادی فکر کنم ما برای فردای آزادی چی باید بکنیم ما برای فردای آزادی چی داریم خداوند توی کلامش بذارید این کلام اینو بخونم خیلی قشنگه این توی 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 غلاطیان بذارید بهتون اینو میگم پولس تو غلاطیان ببینید چی داره میگه داره میگه شماها آزاد شدید به خون مسیح خریده شدید توی غلاطیان پنج یک میگه پس به آن آزادی که مسیح ما را به آن آزاد کرد استوار باشید و باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید اینو پولس داره به ایماندارها میگه میگه اون آزادی رو که مسیح براتون آورده از اون انسانیت قدیم که داشتید در هر شرارتی که میکردید اگر در فساد بودید اگر در دروغ بودید اگر در دزدی بودید اگر در هر اشتباهی که میدونیم که کلام خداوند با اون موافق نیست و علنا میدونید که خلاف کلام خداوند و مسیر خداونده پولس میگه که در اون آزادی که امروز به دست آوردید سعی کنید که استوار باشید و از نو بر نگردید اونو از دست ندید باز در یوغ بندگی گرفتار مشوید پس ما میتونیم از نو گرفتار بشیم درسته؟ دیگه از این واضحتر، تر ما میتونیم از نو گرفتار بشیم هر آزادی از نو میتونه از دست داده بشه هر آزادی از دست شریر از نو میتونه به دست شریر بیفته برای ما ایماندارها ما خودمون خیلی ها رو دیدیم و شاید خودمون هم درک میکنیم با اینکه داریم در خداوند حرکت میکنیم ولی باز اون شریر و اون شرارت بیکار نمیمونه درسته کرسی حکومت رو ازش گرفتیم کرسی سلطنت رو ازش گرفتیم در زندگی خودمون در کشورمون ازش گرفتیم ولی آیا اون بیکار میمونه آیا ولمون میکنه میره خداوند عیسی در بیابان وقتی که چهل روز داشت وسوسه میشد و شریر اون رو وسوسه میکرد و خداوند در مقابل او با کلام حقیقت خداوند وایساد و با کلام مکتوب شده خداوند ایستاد در انتها چی میگه؟ میگه شریر او را برای زمانی ترک کرد میدونیم که شریر برای همون موقع دید هی داره فشار میاره و نمیتونه خداوند رو به زانو در بیاره خداوند مسیحو میره و باز در جاهای دیگه میبینیم از طریق پولس از راه های دلسوزی که خداوند داشت میگفت این رو برای یادتون میاد ولی میگم این آیاتو چون اینا رو میخوام ازش به نتیجه برسم جای دیگه که پولس که خداوند داشت میگفت که من باید مسلوب بشم و بر روی صلیب برم پولس میگه بر پولس یه انسان بود از روی هوای انسانیش داشت حرف میزد که ولی شریر داشت از اون استفاده میکرد شریر داشت از اون استفاده میکرد و پولس برمیگرد میگه نه خداوند نمیذارم که این کار رو بکنی و تو رو مسلوب بکنن عیسی مسیح برای همین اومده بود روی زمین و پولوس این رو درک نکرد چون کلام مکتوب خداوند رو به یاد نیاورد و درک نکرد اون لحظه با اون احساسات انسانی خودش حرف زد ولی خداوند که آگاه بود ایسا که آگاه بود عیسی خداوند برگشت بهش گفت که چی؟ از من دور شای شیطان پول و پتروس میدونم داری این حرف رو میزنی حالا شاید به صورت پتروس این حرف رو نزده باشه شاید در دل خودش نهیب داده باشه من نمیدونم ولی برگشت گفت شیطان از من دور شد چون میدونم این الان از سر دلسوزی داره گفته میشه ولی این الان شریره که میخواد از این طریق بیاد و با ظاهری دلسوزانه باز هم من رو به راه خودش ببره پولوس داره به ما میگه مواظب باشید دوچار یوغ و بندگی نشید گرفتار نشید این برای ما ایرانیام هست برای ماهایی که امروز برای آزادیمون داریم خون میدیم جوونهامون رو داریم پرپر پر میکنیم غنچه رو داریم پرپر پر میکنیم و این با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست و حداقل کاری که میتونیم بکنیم ما نمیتونیم اون جوون رو برگردونیم به زندگیش ما نمیتونیم اون حیات رو برگردونیم به اون و از نو اون خونواده رو احیا کنیم ما نمیتونیم دل اون مادر رو از نو مثل قبل بکنیم به هیچ چیز، هیچ چیزی نمیتونه اون مادر رو آروم بکنه هیچ چیزی اون عزیز دست رفتن رو براشون بر نمیگردونه و جایگزین نمیشه حد اقل کاری که ما میتونیم بکنیم هر کجا که هستیم اینه که اینه که برای اون چیزی که اونها رفتن و جونشون رو دادن اون رو درک کنیم و اون رو با امانت پاس نگه داریم اون رو با امانت ازش نگهداری کنیم اون رو با امانت ازش نگهداری کنیم حداقل اینه که هوشیار باشیم اینو گفتم تو موعظه کلیساییم هم گفتم بارها شاید توی لایو هم, هم, گفتم ما چهل سال قبل پدران ما ماها بچه بودیم خیلی از ماها بچه بودیم انقلاب کردن برای آزادی به قول خودشون انقلاب کردن برای بهتر شدن نیت خیر بود نیت خوب بود میخواستن دنیای بهتری رو به نسلشون بدن به فرزندانشون بدن ولی شریر چیکار کرد؟ این شریر خونخوار چی کرد الان؟ که از همون روزی که اومد خون جوانهای ما رو ملت ما رو شروع کرد تک به تک مکیدن خون مردم رو تو شیشه کرد یعنی هیچ تباهی نمونده باشه نمونده که نکرده باشه همه چیز ما رو از بین برد جان ما رو گرفت مال ما رو گرفت فرهنگ ما رو گرفت انسانیت ما رو گرفت همه چیز ما رو از بین برد با اون دین ساختگیشون که اومدن هر کوی و منبر و برزن برداشتن بتخونه درست کردن یه امامزاده درست کردن دادن دست مردم بیدار شید اونایی که هنوز به این دین و به این اسلام و به این چیز برای من میدونید چی جالبه من از بحثم دارم دور میشم ولی بذارید این رو هم بگم یعنی نمیدونم دو دوتا تا است نمیدونم چطور بعضی وقتا یه چیزی به این واضحی دیده نمیشه برای خودم سالها قبل هنوز در همون دین مسلمونی بی ته داشتم دست و پا میزدم برای خودم فکر میکردم و چیزهایی که میدیدم از همین آخوندهایی که همون موقعی کمون بیش مشتشون باز شده بود میدیدم بعد برای خودم فکر میکردم میگفتم خب گیرم اینها واقعا میخوان که خداوند رو دنبال کنن وقتی که اینها پاشون رو میذارن تو اون حوزه علمیه پاشون رو میذارن تو اون مکتبی که دارن وقتی که میرن تو اون همه فساد و تباهی رو میبینن چطور تن میدن بهش یا اون فساد و تباهی باید موافق مزاجشون باشه واقعا از با طبیعتشون سازگار باشه و واقعا اونا دنبال خدا نیستن دنبال یه مسیری که شرارت بکنن یا واقعا آخه نمیفهمن؟ چطور نمیفهمن دینی که داره این همه سنگ به سینه میزنه و اون همه توش خرابیه و تو هم که رفتی داری اون درسش رو میخونی و به هیچ کدومش هم باور نداری داری عکس اون انجام میدی چجوری این دیگه دیگه دروغ از این واضحتر چجوری به اون تن میدن میمونن خودشون هم که باور ندارن خودشون هم میدونن اون تو هیچی نیست چرا دارن به خورده یکی دیگه میدن بماند من نمیدونم من کاری به اون آخوندا ندارم ولی اون عزیزانی که هنوز موندن و هنوز صفت چسبیدن به اون اسلام بیدار شید بیدار شید اینا اومدن اون چهره واقعی رو سالها بهتون نشون دادن بیدار شید خونخارن میگید اینا اینا خ... کسیفن. محمد نبود اون یکی نبود برید زندگی اونا رو بخونید چه جنگ ها کردن برای اینکه کشور بکنن هر جا حرفشون رو هر کی خرید خرید نخرید با شمشیر زدن دو نصفش کردن زن و بچه‌ش هم گرفتن خب برید بخونید خوندید از منم بیشتر خوندید چشمتون رو حقیقت نبندید خدایا خداوند و شکر شکر که نمیدونم دیگه از دیگه حالا حالا بریم از این بحث بیرون حرفم اینه ما باید حقیقت رو بشناسیم بذارید که دوتا آیه بگم بذارید که دوتا آیه بگم که از این چیز بیام بیرون اینقدر حرفا تو دلم هست که یک دفعه نمیتونم کنترل کنم خودمو بریم تو اول پتروس دو شونزه به ما میگه که مثل آزادگان اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت می سازند بلکه چون بندگان خدا آزادی رو به دست میاریم خیلی از ما ایماندارها اینو دارم میگم با خودمون و با کشورمون این دوتا رو با جامعه ایرانی و با جامعه ایماندار مقایسه میکنم خودتون رو این مقایسه رو انجام بدید خیلی از ایماندارها میان در مسیح فیض خداوند رو دریافت میکنن و میگن آزاد شدیم از شرارت خب خدا رو شکر از شرارت آزاد شدی اینجا پتروس خیلی علنی داره میگه میگه کار هر کاری که دیگه نباید بکنی که بگی خدا منو آزاد کرد هر حرفی بزنم زیر فیض خدام هر حرکتی بکنم خداوند منو میبخشه و هر کاری میکنم برم این الان برای ما ایرانی که فردا آزاد میشیمم وجود داره آزاد شدیم صاحب حق و حقوق شدیم حالا بریم هر کاری کردیم زبون بشه دو متر جایی هم که حق نداریم بریم شلوغ کنیم اینو دارم میگم برای اینکه فرهنگمون از بین بردن برای اینکه هیچی الان سر جای خودش نیست حق و ناحق قاطی شده هیچ نمیدونه کجا حق داره کجا حق نداره هیچ نمیدونه تا کجا باید جلو بره تا کجا باید وایسه هیچی سر جای خودش نیست و حالا میریم جلوتر. اوضاع خیلی خرابه. اوضاع کشور ایران واقعا خیلی خرابه. و اگر ندونیم چی کار داریم میکنیم و اگر حقیقت رو نشناسیم، کلام خداوند میگه: حقیقت رو باید بشناسید و اون حقیقت شما رو آزاد میکنه. چه برای من ایماندار، چه برای ایرانی که امروز داره اونجا جونش رو میده برای آزادی. ما اگر حقیقت کلام رو نشناسیم، اگر ندونیم، اگر ندونیم حقیقت چیه، اگر ندونیم کی هستیم چی هستیم صاحب چه حقی هستیم چه هویتی داریم در چه جایگاهی قرار داریم اگر روح خداوند در ما کار نکنه و ما رو آگاه نکنه و حکمت نده که مسیرمون رو درک بکنیم متاسفم بگم ولی واقعا باز به اشتباه میریم باز یه خوناش دیگه شاید بیاد خون ما رو بگیره و بمکه و این همه خونهایی که امروز از بچه های ما ریخته پامال بشه همین الانش دنیا دنیای کثیفیه دنیا دنیای عادلی نیست همین الانش که این همه اونجا داره جنایت میشه یک عده از خدا بیخبر شاید همین بیرون وایستادن و به راحتی چشمشون رو بر اون همه انسان کشی و به اون همه رزالت که داره اونجا انجام میشه میبندن و به فکر سیاست های انسانی خودشونن باز دارن مهرای خودشون رو میخوان بچینن باز میخوان فکرای خودشونو بکنن باز میخوان یه سیاستی پیاده بکنن اون کشور رو به چنگ بیارن با یه دروغ دیگه با یه فریب دیگه اون روز گفتن عکسش توی ماهه این دفعه نمیدونم میخوان چی کار کنن خدا کنه که نشه خدا کنه که نشه ولی من همش نگرانیم از اینه این خونی که داره ریخته میشه نباید پایمال بشه این بچه ای که مثل گل پرپر پر شد با اون همه امید آرزو و داغ به دل خونوادهش رو ملت گذاشت اون نباید خونش پایمال بشه من و تو اینجا هستیم نیستیم که فقط بریم تو ایران آزاد بگردیم و بخوریم و بچرخیم چه کار کنیم خدای شکرت خلاص میشیم از دستشون خلاص میشیم عزیز من خلاص میشیم از همون کسایی که دور بر ما هستن وعده خداوند آمین و بلست خداوند, بر... خداوند روی کلامش میمونه خداوند کلامش رو پاسداری میکنه و وعدهش رو انجام میده فقط اون ماییم که چقدر بر اون کلامش ببینیم بریم من جلوتر بهتون خواهم گفت ما راحت ما راه داریم ما چراغ رو داریم برای مسیرمون برای زندگیمون شاید عزیزانی که الان ایماندار نباشن مسیحی نباشن و امروز این صحبت رو دارم میشنمن بگن آها نگاه کن از اسلام بگیریم بدیم به مسیحی ها. مسیحی بیاد حاکم بشه من اینو دارم نمیگم من نمیگم مسیحی بیاد حکومت کنه من با خود شخص کار دارم نمیگم مسیحی ها بیان حکومت کنن حکومت رو به دست بگیرن من این حرف رو دارم نمیزنم و نخواهم هم گفت ولی منی که به عنوان یک فرد اجتماع هستم باید آگاه باشم توی که به عنوان یک عضو اون اجتماع هستی باید آگاه باشی من باید بدونم که چه کار باید بکنم من باید حقیقت رو بشناسم و انگار مثل یک ترازو مثل یک ذربین این حقیقت رو داشته باشم و هر جایی که از زندگیم دارم میرم اگر میبینم با حقیقت راستی نمیخونه اونجا اون آلارم به صدا در بیاد و بهش تن ندم خداوند میگه کلام من برای پاهای شما چراغه خداوند عیسی تنها راه و راستیه اون راه و راستی رو بشناسید نمیگم برید حکومت کنید اونو بشناسید حداقل نذارید ازتون سوء استفاده بشه من تو او ما میشیم ما با هم یک میشیم و اجتماع و کشور رو تشکیل میدیم و اون موقع دیگه نمیذاریم هر کسی با یک فریب انسانی و دروغ بیاد سر ما رو کلا بذاره خداوند روحش رو به ما میده فهمش رو به ما میده و میتونیم جلوی ناراستی ها بیستیم و بفهمیم نمیگم میریم از نو تظاهرات میکنیم ولی می, کنیم. می بهش سر خم نمیکنیم همونطوری که تو این چهل سال نفهمیدن آب تو آسیا به دشمن ریختن هر روز خونه هر منبر و هر مسجدی رفتن نشستن اینا رو کردن امروز مثل این خون آشامایی که امروز دارن خون ملت رو میمکن بریم توی دوم بریم توی دوم پتروس دو دوم پتروس دو نوزده پتروس داره به کسایی که هستن میگه به کسایی که پیام خداوند رو دارن میشنون میگه میگه در هر جایی که هستی اگه غلامی بپذیر اون رو اگر در هر جایی که هستی کلام خداوند رو دریافت کن نه این توی دوم پتروس داره میگه که اشتباه کردم اینو چون ندارم آیهشو رو الان اینجا توی دوم پتروس پتروس داره میگه غلام فساد نشید غلام تباهی نشید ما اگر از چیزی اطاعت میکنیم غلام اون میشیم اگر زیر یوغ یکی میریم اگر زیر حرف یکی میریم اطاعت یکی میریم غلام اون میشیم داریم اون رو بندگی میکنیم داریم اون رو بندگی میکنیم همین چیزی که الان گفتم اگه پا میشم میرم توی منبر و مسجد اینا میشینم زیر حرف اینا میرم پس غلام اونام پس دارم ازشون اطاعت میکنم معنیش این نیست که من اصلا اهمیت نمیدم و هیچی تاثیری نداری نه این نشون میده که من دارم ازشون اطاعت میکنم پتروس داری میگه اگر این کارو میکنید غلام میشید میگه زیرا هر چیزی که بر کسی غلبه یافته باشد اون نیز غلام آن است اون چیزی که روی ما روی فکر ما قرار میگیره روی زندگی ما قرار میگیره میشه مسیر ما و حرکت ما بر طبق اونه اون ما غلام اونیم و داریم اون رو دنبال میکنیم و تو جای دیگه و تنها کسی رو که ما باید بندگی کنیم توی رومیان 6 22 خیلی قشنگ میگه آزادی 6 22 میگه از گناه آزادید و غلام خدا باشید بذارید این رو از رو بخونم بذارید این یه دونه رو از رو بخونم چون این جملهش قشنگه توی رومیان 6 22 اما الحال چون که از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته اید سمر خود را برای قدوسیت می آورید که عاقبت آن حیات جاودانی است اگه از بند گناه و غلامی گناه آزاد شدیم اون موقع میگه که غلام خداوند بشید غلام خداوند بشید غلام خداوند بودن اطاعت کردن از خداوند قدوسیت رو براتون میاره سمر میدید سمرتون درش حیاته یه بار دیگه میخونم اما الحال چون که از گناه آزاد شده و غلامان خدا گشته اید سمر خود را برای قدوسیت می آورید که عاقبت آن حیات جاودانی است غلام خداوند بشید از خداوند بشنوید هیچ کی و بندگی نکنید سر برای هیچ کی خم نکنید از هیچ کی اطاعت نکنید فقط از خداوند اطاعت کنید هر جا روح خداست آنجا آزادی است اجازه بدید روح خدا در شما کار بکنه شاید خیلی ها که هنوز ایمان ندارن به مسیح فکر میکنن که مسیحیت هم یک جور دینه یک جور بندگیه یک جور اینها رو آره شاید یک جاهای مسیحی ها رو فریفتن و ازشون سوء استفاده کردن برای اینکه اونا حقیقت رو درست درک نکردن و باز هم همونجوری کورکورانه سرشون رو انداختن پایین رفتن و یه عده از خدا بی خبر با این تیتر عنوان ازشون سوء استفاده کردن ولی حقیقتا اگر کسی حقیقت کلام مسیح رو بدونه از هیچ پیروی نمیکنه غلام کسی نمیشه فقط از خداوند پیروی میکنه فقط کلام حقیقت رو میشنوه و توی مزمور توی مزمور 119 ببینید چقدر قشنگ میگه میگه به آزادی راه خواهم رفت زیرا که وسایای تو را طلبیدم به آزادی راه خواهم رفت زیرا وسایه های تو رو طلبیدم داره میگه من آزادم آزاد زندگی میکنم آزاد راه میرم حتی اگر میدونید حتی شاید چجوری بگم اگر ما آزادیم حتی اگه دست و پامونم بمندن اگه ما رو در بند هم بکنن باز هم از درون آزادیم تو فکر منو نمیتونی از من بگیری اون آزادی درون منو نمیتونی از من بگیری منو نمیتونی غلام خودت بکنی اینو بهش میگن آزادی حتی اگر در شرایطی باشم که چاره ای نداشته باشم که همونطور بمونم ولی تسلیم نشدم درون من تسلیم تو نشده فکر من روح من تسلیم تو نشده مزمور داره میگه داوود داره میگه به آزادی راه خواهم رفت زیرا که وسایای تو را طلبیدم برای اینکه خواستم تو رو دنبال کنم هر جا روح خداست اونجا آزادی است هر جا روح خداست اونجا آزادی است توی رومیان دوازده دو توی رومیان دوازده دو ببینید پولس چی داره میگه و همشکل این جهان مشوید بلکه به تازگی یه ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده خدا چیست میگه که همشکل این جهان نشید پولس داره میگه با کلام خداوند بارها توی آیات خداوند خوندید این کلامه که میتونه فکر ما رو عوض کنه وقتی که فکر ما عوض میشه رفتار ما عوض میشه و همه چیز به طبعیت اون عوض میشه این فکر باید عوض بشه اگر عوض نشه از مسلمونی پا میشیم میاییم توی اسلام از, از مسلمونی پا میشیم میاییم توی مسیحیت اگر کلام و حقیقت خداوند رو درک نکنیم میشیم یه مسیحی یا, یا یه مسلمون مسیحی نما یا یه رنگ لعاب مثل اینایی که دیدین مثلا جواهرات که از تو هیچی نداره یه ظاهر طلا روش میکشن یا آب طلا میکشن روش اون حالتی میشه اگه درون ما تغییر نکنه اگر حقیقت کلام رو درک نکنیم و دریافت نکنیم فقط یک ظاهر و یک کاوری به خودمون میگیریم شاید یکم شیکتر شاید یکم بهتر باید باید حقیقت رو درک کنیم باید حقیقت خداوند رو درک کنیم آماده هستیم که این کار رو بکنیم همه ما آماده ایم ایران ما آماده است اگر ایران ما میخواد تبدیل بشه باید تک تک ما تبدیل شده باشیم تک تک ما بخوایم در آزادی حرکت بکنیم که ایران رو آزاد بکنیم درسته الان این خونخارا با این حرکتی که داره الان صورت میگیره توی ایران اینها میرن بیرون ولی اون ایران باید نگه داشته بشه به توسط من و شما و این نیاز بر اینه که توی این چند سال میگم هیچ چی دیگه سر جای خودش نمونده اینا خیلی چیزا رو از بین بردن خیلی چیزا رو از بین بردن انسانیت رو از بین بردن رحم و از بین بردن جای ارزش و ضد ارزش عوض شده خیلی چیزا رو از بین بردن لازمه که رو خودمون کار کنیم لازمه که یکم به خودمون بیایم مهربونتر باشیم با همدیگه قضاوت نکنیم همدیگه رو صبورتر باشیم به با همدیگه و بیایم یاد بگیریم که اون انسانیت قدیممون رو دیگه به کار نبریم و این آروم آسون صورت نمیگیره این به آسونی صورت نمیگیره تنها چیزی که میتونم بگم و همیشه میگم و خواهم گفت چون من حرفی ندارم بگم از خودم هیچی ندارم بگم اون کلام حقیقت خداونده خداوند میگه حقیقت رو خواهید شناخت این حقیقت شما را آزاد خواهد کرد اگر جمیله در همین اندازه که داره حرف میزنه و داره میگه یا فهمیده داره میگه این حقیقت رو اگه درک کرد در همون اندازه آزاد شد در هر قسمت و هر جاش و هر جاشو که درک نکرد هنوز در اسارت و هنوز اونجاهاش نیاز داره که آزاد بشه یک کشور ساخته نمیشه تا یک خونواده از خونواده شکل میگیره از خونواده شکل میگیره از ماها شکل میگیره و ماهاییم که نسلهای بعد رو به وجود میاریم شکر شکر چیزی ندارم بگم نمیدونم شاید تو این, این یه سری مطلب نوشته بودم نمیدونم گفتم همشون رو براتون یا نه ولی اون چه که یه نگاه بکنم ببینم چیزی همه همین بود آیاتی رو که میخواستم بخونم فکر میکنم براتون خوندم فکر میکنم براتون خوندم حرف آخر آره این یه آیه رو جا گذاشتم یه جای دیگه قشنگه تو اول قرنتیان و یک میگه در هر شرایطی که خونده شدید و مسیر رو شنیدید بپذیرید هر کدوم از ماها هر کسی که امروز داره این رو میشنوه چه الان چه از یوتیوب میبینه چه از لایف میبینه از هر جای دیگه میبینه اگر حقیقت کلام مسیر رو هر جایی که هستی در هر شرایطی که هستی شنیدی اگر خواستی که این آزادی رو درش قدم برداری و درش زندگی کنی اون رو به قلبت راه بده اینجا میگه توی اول قرنتیان هفت میگه اگر آزادی اگر غلامی در همون شرایطی که اون موقع بود میگه در هر شرایطی که هستید اگر الان تو یه خونواده مسلمون هستی اگر الان تو شرایطی نیستی که به همه اعلام بکنی مهم نیست مهم اینه که در خودت این آزادی رو پذیرفته باشی و از روی دیگه هر ایرانی که امروز توی ایران هست و داره این صدای آزادی رو از بچه های ما تو خیابون و دانشگاه داره میشنوه این صدای آزادی رو اگه داری میشنوی در هر شرایطی هستی اگه تو حکومت داری کار میکنی اگر در هر ارگانی هستی اگر در هر موقعیتی هستی داشتی با اونا همکاری میکردی شرارت میکردی هر کاری که داشتی میکردی اگه واقعا این حقیقت و این کلام و این آزادی رو که امروز از بچه های ما تو خیابون داری میشنوی قلبتو تو لمس کرد و میخوای که با اونا هم صدا بشی تردید نکن جن جن جیان آزادی من بلد نیستم اون کردیشو بخونم ولی زن زندگی آزادی زن زندگی آزادی ایرانی آزاد و مردهای آزادی برای زن و مرد ما باید باشه نه زن نه مرد هیچ فرقی ندارن هر کدوم در جای خودشون خداوند آفریده برای کاری که باید انجام بدن هر کدوم ما وظیفه داریم دوستتون دارم دوستتون دارم و دلم با شماست باور کنید دلم با شماست و روز و شبی نیست که هر شب که دارم سرمون میذارم و میخوابم میگم خدایا یعنی فردا پا میشم آیا میشنوم که ایران آزاد شد یا نه این آزادی رو میشنوم که یک دفعه بلند شم و ببینم بگن ایران آزاد شد تموم شد و آمین به زودی آمین به زودی بچه های ما درس بزرگی به ما دادن اونا آزادی رو زندگی کردن با تمام وجودشون تلبیدن و خواستن خدا رو شکر بیایید به حضور خداوند بریم و از خداوند سپاسگزار باشه مرسی پدرجان برای حضور دی خداوند مرسی برای کار عظیمت که در ایران شروع کردی ای خداوند کاری رو که شروع کردی به پایان میرسونی ای خداوند باشه که دست تو خداوند با تک تک فرزندان ما باشه در ایران با تک تک ایرانی ها باشه ای خداوند و هر شرارتی رو که خداوند شریر داره انجام میده هر نقشه رو که در داخل ایران در بیرون از ایران داره بر ضد ایران ای خداوند انجام میده به قدرت نام عیسی ای خداوند برگرده به خودشون ترس تو ای خداوند به قلب دشمنانت بیفته ای خداوند و اون ایران آزاد بشه ترس تو ای خداوند بیفته در اون زندان ای خداوند و اون زندانبان و اونهایی که هستن در اون زندان ای خداوند نتونن آسیب بزنن به فرزندان ما ای خداوند ترس تو ای خداوند بیفته به اون این حکومت و بذارن اسلحه و فرار کنن بهشون گیجی و گنگی دست بده ای خداوند بهشون ترس تو دست بده و بذارن و فرار کنن از این مملکت و هر شرارتی رو که میخوان به این ایران و ایرانی بیارن برای ایران آینده هر نقشه رو که داره در هر کجای دنیا دارن طراحی میکنن پشت این اتاقهای بسته که الان نمیدونیم و صداشون در نمیاد که دارن چیکار میکنن و با سیاست میخوان جلو برن پدر جان به نام عیسی مسیح اون قدرتشون رو میشکنم اون پلیدی رو که میخوان انجام بدن میشکنم و اون شرارتی رو که میخوان انجام بدن به قدرت نام عیسی باطل میکنم و اجازه نمیدم که ای خداوند اون شرارت به ایران برگرده ایران رو در قوت نام تو آزاد اعلام میکنم همون جوری که تو خداوند رو در کلامت گفتی امید داریم بر کلام تو و اعتماد داریم بر کلام تو و می بر روی اون کلامی که تو به ما دادی که ایران ایران آزاد خواهد شد و تخت تو بر ایلام بنا خواهد شد و روزی ایرانی نور خواهد شد و دیده خواهد شد در تمام دنیا برای اون روز خداوند می و با ایمان اعلام می کنیم. و با ایمان دریافت میکنیم به قدرت نام عیسی دوستتون دارم شما رو به دستان خداوند میسپارم می و میخوام از خداوند که تک تکتون رو محافظت کنه و آرامی خداوند شب و روز با شما باشه و حفاظت خداوند با شما به قدرت نام عیسی براتون طلبیدم و به امید آران آ... ایرانی آزاد و آرام به زودی آمین